سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد شدید نسبت به اقدامهای اخیر پلیس پاکستان در جریان تظاهرات در بنو واقع در ایالت خیبر پختونخوا از عدم مسئولیت معترضان در پاکستان ابراز نگرانی کرد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. سازمان عفو بین الملل با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نقض حق تجمع مسالمت‌آمیز مطابق با قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و قانون اساسی پاکستان از این کشور به خاطر عدم تضمین امنیت معترضان انتقاد کرده است. روز جمعه بر اثر تیراندازی نیروهای پاکستانی به سوی هزاران معترض چندین نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است استفاده از ابزار کشنده در یک تجمع مسالمت آمیز که از صلح حمایت می کند غیر قانونی است و با اصول اساسی سازمان ملل بر پرهیز از استفاده از زور و سلاح توسط مجریان قانون تأکید دارد در تناقض است. این سازمان همچنین محدودیت های خدمات اینترنت همراه در بنو را محکوم و خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی مانع از اقدام مردم و سازمان های امدادرسان برای یاری رسانی به آسیب دیدگان شده و موجب انتشار اطلاعات نادرست در مواقع اضطراری و ایجاد وحشت میان مردم می شود. عفو بین الملل همچنین از دولت پاکستان به دلیل کوتاهی مکرر نسبت به همراهی و مساعدت و تسهیل تجمعهای مسالمت آمیز و تضمین امنیت معترضان انتقاد کرد. گفتنی است که صدها نفر از ساکنان منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا روز جمعه 29 تیر در اعتراض به ناامنی‌ها در این مناطق تظاهرات کردند که با شلیک نیروهای ارتش پاکستان این تجمع مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی 4 معترض پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز از کشته و زخمی شدن 25 تن در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی در خیبر پختونخوا ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که وضعیت امنیتی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان به طور روزافزون در حال وخیم شدن قرار داشته و معترضان خواهان تأمین امنیت این مناطق شدند. از آقای اشرف تابش کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای تابش سلام، وقت شما بخیر. سلام بر شما، وقت شما بخیر، در خدمت شما هست. جناب تابش، تحلیل شما در رابطه با نگرانی های بین المللی نسبت به عدم مسئولیت معترضان در پاکستان چیه؟ بفرمایید. خب شما ببینید که این نهادهای حقوق بشری مثل نهادی که شما در گزارش خود از اون نام بردید و اینها در واقع 3 هدف را می تواند که در این گونه موارد و در این گونه قضایا دنبال کند. یک، با ترتیب و مستندسازی خشونت ها علیه معترضین یا فعالین حقوق بشر یا در مجموع افرادی که به هر دلیلی در هر کجای از دنیا مورد خشونت قرار میگیره و حقوقشان پایمال میشه، بعد ساختن مستندی آنها و نشر گزارش های ویژه و ارائه مثلا حتی اخطاریه و حتی گزارش ها میتواند بر وضعیت مطلوب یک تلنگر وارد کند بر دستگاه حکومتی یک منطقه و یک محل، مثل کما این که در بالای پاکستان این فشار را وارد کرده است که تا آنها را وادار بسازد که مسئله حقوق طبیعی معترضان را که یک حق طبیعی شان هستند آنها را رعایت کند. این یک مسئله. هدف دوم را که دنبال میکند این است که نفس خود این کمیسیون در واقع اعاده حقوق شهروندی و حفظ آن در راستای کنوانسیون های مجامع بین المللی است و منشور حقوق بشر سازمان ملل هستند و اینها می خواهند نشان بدهند که ما در این راستا فعال هستیم و صدای خود را بلند می کنیم. و به نظر من مرحله سوم این است یا هدف سوم را که این نهادها دنبال می کند این است که
در واقع نگذارد خشونت بیشتر از این فراگیر شود و این خشونت گسترده‌تر شود. البته که در این قضیه منطقه بنوی خیبر پختونخوا پاکستان قصه از این قرار است که مثلا ارتش پاکستان تصمیم دارد یک عملیات تصفیه‌ای را بر علیه مخالفین دولت پاکستان در این مناطق روی دست بگیره، اما مردم محل با این مسئله مخالفت دارند و طبق گزارش ها میان دو طرف برخوردهای خشونت آمیز صورت گرفته و این واقعا برای نهادهای حقوق بشری بین المللی واقعا نگرانی هستند که آنها تلاش دارند که با وارد کردن فشار بر پاکستان و تترسازی این موضوع در رسانه های ملی و بین المللی فشار لازم را برای پاکستان اعمال کنند تا آنها حقوق و امنیت و مسئولیت معترضین را که به عنوان یک حق طبیعی از آن استفاده میکنند در نظر بگیرند. بله، ممنونم. با تشکر از اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.